آشیانه ماست. پدرم میگی تا داداشمو پیدا نکنی تیرون بر نمیگرده. رضا من دلم برات تنگ میشه. بزا جون اینقدر فکر نکن، کار خدا رو چه دید؟ شاید داداشتو پیدا کردی. مادرت وقتی شما دوتا رو به دنیا آورد اینقدر شکل هم بودین که سالها اسماتون رو عوضی میگفت. وقتی که اون گم شد مادرت هم از قصه مرد. اونم مثل تو الان 10-12 سالشه. پدر تو همه جا رو گشتی ولی هیچ وقت نتونستی اونو پیداش کنی. آره پسرم، آره دو مرتبه میریم همونجا که به دنیا اومدی، شاید این دفعه پیداش کنی. گوش کن پسرم، این تلاکایی که من وسطون درست کردم بعد از 20 سال دیگه. آخه بعد از 20 سال چجوری؟ بعد از 20 سال دیگه شما همدیگه رو میبینین پسرم. به امیرم گفتم، روش تاریخ کردم، درست 15 آذر ماه 1354. هرچی خاک منه عمر شما دوتا باشه. 20 سال دیگه شما برای خودتون آدمی شدی، تو روزنامه همدیگه رو خبر کنی. خیلی دلم میخواست که زنده بودم و میدیدم تو یه مرتبه دیگه شما دوتا همدیگه رو بغل میکنی. Oh.
خیلی ببخشید آقا، شما چیزی به گردنتون آویزونی نیست؟ من سدم که چیزی به گردنم آویزونی نیست. برشی، من که نگفتم بلاده به گردنی نیست. مردم چه حساسی شدن بگیدن؟ چنگک، یه بود که پنجا پنجی سگی و یه ماسوس یار و ماسوس موسیری دوت کسی ماسوس یار همچین یه سوی بزن تنگش بیده خدمتون آقایون دیگه شما میگه در پول پنی نادرم بیرونشون کنم بکن ای خوب ریزی جون چی شد؟ نتیجه نیومده اومد؟ نه هنوز نیومده تا حالا 15-16 تا اومدن تو همه شونی گشتم امیری نبود 15 نفر گشتی هیچ کدومشون پلاکی ملاکی ملاکی چیزی به گردنشون نبود که نبود؟ نه که نبود که نبود مسئله بزن که بود یعنی بزن گنشی 55 آره 55 و 58 و 49 و 22 زردن ما یه چیز بخور این سبتون که همه شو نخواهی سبتون به سلامتی ناراحتی قربانا نیم ساعت که دیر کردی بشی خودشو بشین اونجا سر جات و درست سری گوش کن ببین ارباب چی میگی اولا زیاد سخت نگی دوگو من 20 سال خودشی عمره 20 سال عمری آدم 20 سال هست اصلا ممکنی طرف یادش رفته باشه امیره خیلی ممکنه یادش یادش نمیره نه مگه این که عوضی شده باید میگم دیگه دهه گردن بنده نداری، گردن بنده نداری، گردن برو بابا دلت خوش خیلی خب بابا میرم دلت خوش بینم رنسی سوی چی شد پیداش کردی؟ جوستی شو ندوستی؟ نه خیلی ندوستی میشه نوستی تو بمیری؟ تو بمیری پس اینقدر وایس تو زیر پاد اقل معنا سبز بشه هلی من میرم تو ای کاجوسی تلفونه بزاره تلفونه بزاره خوب رسی سوی جان فکر نمی کنم دیگه پیداش بشه الان زوره ساعت 12 است بابا آخی دیلیش کن اصلا 20 ساله که تو نداشت بکن یه روز هم از این فکرم 20 ساله که بردی 20 ساله که بردی بردی دونه که آخر نشت بکن کنتی ایرانی داری؟ کنتی ایرانی کنتی ای دارم نه ندارم قربون دیم تموم شده فرد بید آه گوش کن خب بشه بابا جون دیگه بشه کشمت خوب با کن مواظب با شدی گوش موشا یه اون کنم نمیدونم نیست بابا سویتی جون تو که از بس قصه خورده یه زد بور گرفت یک کار اون سیگار بگیرم رستوران پر کبریت تم بریسی خوش اومدیم بفرمی آلمتی آقای پسر چنگه تجیره کو بفرم بالا بفرم شما بایش میکنه خوب آلمتی آلمتی جان چی میل داریم چی دستور بدیم ها بله چی فرمی ستون بیارم چی میل داریم آره یه آبجو آقای پسر یه بوت آبجو سیه بسر ببخشیم برمه شما اینجا چیز دارید؟ خالدار دارید؟ نگو ما اینجا فقط آب جوش داریم، آب جو داریم، اکسایی داریم، نایی چه داریم، پاچه داریم من منظورم یه آدمه چی؟ آدم؟ آره دون از جونی بنده و جنابه دارید این روزه بگه آدم پیدا میشه اگه پیدا کردی یه چند به بنده معرفی کنید که بخوام بذارم سرم حلوه حلوه کنه قدو شما چی در نیومد؟ چی در نیومد؟ ای پسر یه بود آب جوش بده به آقا حساب آقایونم بیاری که کم و کسی نداشته باشی چی؟ خیلی بس خانم درستی چی؟
چی بابا گرفتاری؟ اگه گرفتاری؟ نه دیگه فکر نمی کنم. خبرمان برموش بگه گرفتاری کاری. سوت بزن، سوسودک بزن، سنتور بزن. محمود من دیگه میرم. دیگه میری؟ اگه اینجا اون رو بهش بدی. بگو رفیقت دلخوره کردی. چیه؟ اگر نیومد بازش کن و بخون. بعدش تو روزنامه چاپش کن. پولشم بکش رو حسابایی که طالبت ندادم. باشه. تو تا حافظش باید. نه حافظ. چی؟ نفرد بایمه بگم بگی کار بود نمیستم. ببخشید آقا ساعتتون چنده؟ دوازده و نیم. دوازده و نیم. دوازده و نیم. دوست. دو تو پولیگه نداشتی اینم دوازه تونه حساب بارم داری کن خواهش بکنم قبل نداری مهمون بنده بارمون شما ده تا بیزه شمی صد آتا هشتا پنیز آرگو دیم هشتا ها هشتا داشتیم خون میکنم خیلتا هشتا که بکنم چلتا بله خیلتا بفرم خواهش میکنم دوش ببخشید قربون اینجا یکی نیومد که منتظر یکی باشه یکی نمی که منتظر یکی باشه اینه یکی بود یکی نبود بله خب یکی بود یکی نبود غیر از رضا هیچکی نبود حالا فهمیدم حالا یادم افتاد ببینم شما همون نیستین که ده بیست سال پیش از اون طرف اومدین اون وقت اونم از این طرف اومد بعد یهو با هم قرار گوشت چرا درست رضا سوتی من که قبلا ازت پرسیدم رضا خالدار رضا خالدار نه رضا سوتی رضا خالدار نه جان من رضا سوتی میدونم همیشه سودک میزن تکتکی بیچاره نیم ساعت اینجا منتظر شما بود این عرق خورد سه دفعه سیگار خواست دست کردم این توش دیدم نداشتم حالا سی بیا این نامه رو داد بدم خدمتی جناب عالی تو حال خیلی بدی بود بیچاره مست لایعقل هم تو مثل اولاق سرش انداخت پایین رفت بزو بینم چینه بود خیلی بد بود میشینه بشته مست آه شده برای من نمیتوانم او را به سالات برسم چه خوش خوش بیرون کنه کجا خونش کجا از خونش من خونش بعد یکی میبریم بیرون میشه گره به من کسی نره بیرون تا من بیام به سبار برسم خدا اهلی سر که من بطر کنم پشمی بخورتنی میمیرم ها خودم رفتم اردمش شما تو خونه من چی کار دارم؟ بیرون بیرون ببینم در کوچه رم ببندیم دره کوچه دره کوچه تو شکست دیگه واسه نمیشه آخ 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 یک تا چیزم رو گفت هم دیگه
خیلی پدری کنه آگه چرم کردی گرده میشه گردی خب امیر جون چرا اینا دیر اومدی من چی دیر اومدم عوضش کردی به موقع اومدم حالا وایس کنار خب خوب تماشا بکنم آره نگاش کن مثل که همه دیروز بودم بذار ببینم تو چی رنگم منو بر این دازه میکنی بعد از 20 سال منو پیدا کردی که بهم بخندی؟ آخه کجای هیکلم خنده داری؟ خب این خلابه یه جای هیکلت خنده داره دیگه آخه میخوام ببینم اینم هیکل شد که تو داروی یاد کنه فرکوله والله خدا امیره تو دیگه امیره ناراحتش کنی مره دهن تو واکو بینم دندونا سالمه واکو بینم واکو بینم دیگه حوصله مو داری سره میبری نکنه میخوای بگی دکتر شدی داری منو معاینه میکنه نه نه رزم چی خیالی ندارم فقط میخواستم بفهمم یه آدم گردن کلوف مثل تو خودکشی میکنه ها تو نامه منو مگه آره نامتو خوندم تو خوندم منم خوندم آخه ببینم تو این دنیا مگه آدم قهده که تو عاشقی دختر کور بشی گرچه اگرم کور نبود تازه از قیافه انکر و اصفات جنابالی حتما وحشت میکرد او رو بابا در عرق فروشی تو ببند مگه فکر تو از ماست و خیارم تجاوز میکنه با این که کوره دوستش دارم میمیرم واسش اما اون تو عرشو ریزا سوتی زیر فرش از موقعی که بابا من از تو جدا کرده از اون مدرسه برد همه جای ایرونو گشت میگفت تا قارداش دو قلوی تو رو پیدا نکنم آرام نمی اترم چیه؟ آخه یادتی که من یه قارداش دو قلو داشتم که گم و گور شده بود خلاصه همه جا رو گشت آخرشم پیداش نکرد و دق کرد ما موندیم و آسمان کوچه ها و بازارها تا سپس گنده شدیم گنده علکی بی سواد بی پول بی کس و کار فقط به امید قرار با تو سنده موندم فقط فکر می کردم شاید تو آدم حسابی بار می آیو زیر آغوش منو می گیری یعنی زیر بقل نه خیلی یواش یواش صحنه داره درام می شه بهتره تا تیغ نخوردم فلنگو ببندم ولی مجبورم وام طویل مدت بهشون بدم که ندارم بدم محمود خان هر به جیم و بخور برو پیکارت خداحافظ شما گربون جفتتون ولی رضا من میتونم عروسیتون جور کنم یعنی فرشته نجاتتون منم لابد یه فرشته آس و پاس از این فرشته که تو هفت آسمونی جیانم ندارند رضا جون من مثل تو این 20 سال تمام کس کارم از دست دادم نگفتم میدونستم ما از این شانسا نداشتیم از اولش هم معلومه بود اما از مال دنیا پول و پلایی به هم زدم و یک کارخونه ای دارم مثل برقم میتونم عروستو بیارم تو خونه بگو جونه من جالمه رست رستی تو فرشته منی من خیاله میکردم تو فرشته قلابی منی نه بابا درستی حالا که همچنین شد سی دفعه باش عروسی میکنم بابام راضی میشه خودش گفته چشمم خوب میشه خودش گفته دوستم داره خودش گفته همه چیش درست میشه خودش گفته دوستش دارم نه بابا اینه دیگه خودم گفتم دوست دارم خودم بهش گفتم خودم بهش گفتم احساساتش من تحریک کردم من جریح دارش کردم خب بسه رضا به من نگفتی با این نونزاده چجوری آشنا شدی؟ کجا آشنا شدی؟ چجوریش خیلی مفصله تو پارک کوری اما خوبه خوشکلی گفتی چیشاش خوبه میشی من بهش گفتم چیزی ندارم اونم قبوله کردی فقط گفته روزی که میخوای بری پیش پیترم خودتو درسته بکن یه ماشینم جور بکن همین آخه یه دختر کور نه امیر اصلا حرفیشم نزن نوکریشم دوستش دارم آره
خیالت راحت باشه. همه چی بگذاری دیلانی؟ همین خانه اعتبارت بیشتر از این حرف هست. به این پولارو داشته باش. موتورت هم وردار برو پسر. اگه ما موتور بخریم، بگی نه. دست درد نکنه کازم جان. اما موتور باشه پیش خوده. هر طور تو دوست داری. قربون تو. رسی نگفتی؟ دختره چی شکلی؟ والا چه ارز کنم کازم جان. فکر میکنم عروسمون کوره. کوره؟ چطوره؟ ما اینم ندارم که خودم رو توش نگاه بکنم. احتیاجی نیست. تو الان واسه خودت کلی آدم حسابی شدی. ای والا. مگه من ناحسابی بودم؟ نه. منظورم اینه که شیک شدی. قربونی تو. ماشینم کجاست؟ ماشینم دم دره. فرصت نکردم بخرم. مال یکی از برا بچه هاست قرض گرفتم. اصلی زود برگرد. باشتنی. بله. مواظب شما باش. رو چشم. آی از بس این حرفا رو تکرار کردین خسته شدم. دیگه بسه. شما برین. باشتنی. مواظب شما باش. راستی که خیلی خنگم هانه رزا نوکرتم شیرین جونه همه چی حاضره؟ تو رزا سوتی تو خیلی دست کم گرفتی اگه بدونی که قیافهی به همه زدم بیا بیا پیشم مدم میخوام تو رو حس کن حس کن منو بیا بشم حس کن منو این کلاس رنگشم سفیده این نکته رنگش هم سفیده این پلوویره اینم رنگش چیزه چی شده رزا؟ هیچی اونم شلواره رنگش هم آبیه یه ماشین گندم آوردم که بتونم عرفای گنده گنده بزنم و هزار تومنم پول تو جیبی که اینجیب اونجیب کنم که بابا خیال کنی که خیلی پول دارم ها منم هی پوز بدم و اون پوز در بکنم اونم با کلاه سفید و کتا آل کپونی رزا هانی جانه عوامی رو ده بگو یالا رزا خیلی دلم میخواست تو این لباسم میدیدم اولش رفیق سی سال پیشم دیده بود درستم کرده و فرستادتم پیش تو همونی که میگفتی قراره ببینیش؟ آری آری درست بعد از 20 سال سر قولش اومد اونم چه به موقع درست موقع که نزدیک بود منم دیگه تو رو نبینم چی داری میگی رزا؟ سر از حرفات در نمیارم بهتر اگه قراره بود که سر از حرفان در بیاوردی و کشاتم میدید و قیافم رو نگاه میکردی اون وقت چی تو میزدی؟ چی شده؟
از حرفم دلخوری شدی؟ رضا نه جونم، یعنی تو فکر میکنی چشای من خوب میشه؟ اگه شدی چشای خودم رو درارم و بذارم تو کاسه صورتت، بالاخره یه روزی تو میبینی. خیالت راحتی باشه، گذشته از این دنیای من و تو عیونه، چیزی توش قاطی نداره که تو بخوای ببینیش که اینقدر عجله به خرج میدی. رضا بازم بازی رضا سوتی خراب کردی. من تو خانوادگی ندارم، شیرینه، من بلد نیستم شوخی بکنم. تو هم دلخور شدی؟ نه رضا، تو خیلی صاف. ها قربونی تو شیرین که صافتر و شیرین تر از حب نبات اینقدرم خوبی. نمیدونم زن پدرم چی کار کرده که دکترها به بابام دروغ میگن. میگن شیرین چشاش خوب شدنی نیست. رضا هنه بگو جانی، تو که باور نمی کنی. معلومی که باور نمی کنه. من اونا می خواهی یه جوری من و بابامو سر بنیز کنن و پولاشو بالا بکشن. پولاشو بالا بشن؟ من چی کارم؟ خیالت گذاشتم همین سادگر کاری دلشون می خواد میکنن، جفتشون سره میبرم بدم اعدامشون میکنم. پس تو جلوشون میگیری؟ مواظب من هستی؟ معلومه، خودم نوکری تو میشم و آقای خونه دیگم ناراحت نباشی. حالا وقتی زودتر بریم، رضا سوتی میخواد از عروس خوشگلش خواستگاری بکنی. باشی بری تا بابا دست خونه نرفت. نه رضا، ما خونه نمیریم. چی؟ امیر کلی خودش کشته تا منو برو برا کرده واسه بابت، اون وقت تو میگی نمیریم؟ پس کی بری خواستگاری؟ هن؟ امیر بدبخت کلی من ساخته و پرداخته است. شیرین پس کجا برویم؟ هن؟ چی کار بکنیم؟ هن؟ خیلی خوب بابا، خیلی خوب دیگه گریه بسه، مثل که چاره اینا دارم جز این که قبول بکنم. باشه خوب بگو، منم فرمان بردارم. رضای خوب من همه. اول ما میریم ویلای خارج شهر بابا. آخه ماشین خوب من اجاره ایه رضا. هنجونم هیچی بابا غلطی کردم، در خاطر خواهی بسوزه. باش میدونم که امیر پاک از من دلخوره میشه، ولی عیبی نداره. پاشو بری، پاشو دیگه. ببخشی سرد نارینه که کشیدم. داماد کدوم مرد حسابی؟ خواستگاری چیه؟ مرد وزاری هم انزه داره، برو پیکارت مرد. یعنی چه؟ یعنی میخوای بگی تو این خونه نه عروس داری نه داماد؟ پس این رضا اینا برو کنا، برو کنا بینم، برو کنا آقا، من برو کنا. آقا که؟ خیلی ببخشینا، من آدم بیادمی نیستم. یه چیزی به این جربونتون بگین، همش سر بالا جواب میده. این جربون شما جواب درست حسابی به آدم نمیده. میگم که میگوش کن رضا سوتی، این چه قیافه درست کردی؟ چرا انقدر بر منو نگاه میکنی؟ آخه یه چیزی بگو رضا سوتی. آخه مثل که یه بلای سرت آوردن. تفلکی لالم شده. برو کجا؟ کجا سا کن؟ پس چرا ماشین نهی بازی تحویل بدی؟ این ماشین مال کیه رضا؟ رضا سوکیه بیمانی بار. برو کنم نه، برو کنم تو نکشتمه. محل نداشتم. ریشه اینجور سوکیه رو نداشتم. چه رو هم شده ممکنه؟
پدرم خونه است؟ پدرت؟ میگو از خوصه مریض شده. شیرین، ناراحت نشو، چیزی نیست. پدرت از غیبت تو یه کمی ناراحت شده. الانم خوابیده. تو کجایی؟ منم دلواپس شدم. تو کجایی؟ چی شده؟ دلواپس من نباشید. من تو ویلای شمال هستم. پدرم که بیدار شد بهش بگین من دو مرتبه تلفن میزنم. منتظرم باشه، از خونه بیرون نره، کار لازمی باهاش دارم. اتفاقی افتاده؟ میگن پدرم مریض شده. مطمئنم که دروغه. خب شاید راستی راستی مریضه. نه دروغه، دروغه، من میدونم. بله گوشی بیشن تو رو میخوام. بفرمین. بله بله. پس شمال نیست؟ کجاست؟ درست. حالا متوجه شدم خانم، به اتفاق یه آقا اونجا تشریف دارن. چی؟ تو فکری؟ باغبون پارک بود، میگفت آقا خودشون شیرینو بردن. آقام که مرده، باغبونم اون پسره رو جای آقا گرفته. این پسرم خیال میکرد ما رفیقش رو کشتیم. پس کسی که شیرینو برده باید درست شکل آقا باشه. مثل کف روی آب با یه موج دیگه از بین میرن، ما هستیم که مثل سنگ کف دریا قرص محکم نشستیم. اما با همه این حرفا از اون زن بابا و پسر عموی زن بابات هرچی بگی بره میاد. من برم یه تلفن دیگه بزنم ببینم چی میشه. نه نه نه، یعنی نه 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 نه، سیت داون. این دفعه من تلفنی میکنم، کلک مرغابی میخوام بزنم. راستی یکی از رفقای گندی بابا تو سبا کن بگو اسمش چی، از اون گنده هاش باشه. ها یکی از اونا. آه کچکلاخان. مثل این که کچکلاخان اسم یه فیلمی بوده. هیچی بابا، یه چیزی پروندم. میگم کچکلاخان، اون وقت اگه بابات خونه باشی خودش میاد پای تلفن، بعدم صدات میکنم. چطوری؟ حالا امتحان میکنی؟ امتحانش هم که مجانیه، یعنی مفتیه. بله برگیشه بله. رضا، میدونم منتظر ما نبودی. ما؟ آخه با بیژن خان اومدیم. شما ها از کجا فهمیدین که من اینجا؟ وقتی تلفن زدی و پدرت فهمید شما هستی و صحیح و سالمی خیلی خوشحال شد. اما چند دقیقه بعد... دروغ میگین، همه تون دروغ میگین، دروغ میگین. چند دقیقه بعد باغبون تلفن کرد که شما ها اینجایی. رضا کجاست؟
اون رفته بود به پدرم تلفن کنه، پس کجاست؟ خطر؟ خطر چرا؟ پلیس داره دنبالش میگرده. فهمیدن همین موضوع پدر تو از پا انداخته. اون الان بستریه، نمیتونه حرکت کنه. تو باید ببینیش چه زودتر. شماها دروغ میگین، همیشه به من دروغ گفتی. نه شیرین جون، قبول کن که اون تو رو گول زده. الحمدلله تا حالا به خیر گذشت. ما موقعی رسیدیم که داشت با تلفن صحبت میکرد، میگفت حفنش اینه که کوره، سر از کار ما در نمیاره. سعی کردم بگیرمش ولی تا ما رو دید فرار کرد. یه هفتیرم تو دستش بود. نه دروغه. شیرین جون لجبازی نکن، پدرت حالش هیچ خوب نیست، اون منتظر توه. بریم جونم، بریم. من میرم ماشینو گرم کنم. پس تو بودی که زدی تو ملاجم هن؟ مگه فرقی هم میکنه؟ شیرین کجاست؟ اونو دوستش داری؟ به تو چی؟ آره؟ از من چی میخوای؟ گفتم اونو دوستش داری؟ آخه من چی از تو بیشتر؟ پس هر کاری میگم بکن. پس با این دست و پای بست مجبورم. آدم عاقلی هستی. تو حیوانی. یه حیوان وحشی. اون باید زنده بمونی. کی باید این قولو بده؟ تو؟ تو چی؟ قولم قوله، اما قول تو واسه عمت خوبه. امتحانستان. شیرین رو نشونم بدی. نشونت میدم، فقط حرف بی حرف. آها باشه، من با کسی شوخی ندارم. تو هم که شیرین رو دوست داری. اگه دوشش نزاشتم پوستی تو میکندم. بریم کجیل. کاش که بودی رو میدیدی. با همین چشای خودم دیدم. دو تا گوله زد، نزدی بود مخ منم داغون کنه. یکی هم زد تو قلب رفیقم. حالا میبینی این دستم رو میندازم اگه ثابت نکردم. این مجسمه رو خودش با گوله خورد کرد. نگاه نگاه، این تابلوان زیر پاهای من خودش باره پوره شده بود. این شیشه رو که دیگه خورم شکستم و برم تو. باور کنین راست میگم. جناب سروان، به خدا همونطوریه که تو کلانتاری خدمتون عرض کردم، خود ناکسش رفیقان با گوله کش، با یکی از همین هفته‌های کابایی. من بدبختم انداخته بودن تو بیابون. اگه خدا نکرده به هوش نیومده بودم از سروان خوش شده بودم. اینا هر جفتشون قاتلن. یه کسل دیگه هم همدستشونه. به اون ستاراهات قسم این زنی که هم به آشون بود. عجب نمولگم سرکو. یه خند جناب سروان. جناب سروان. ها؟ عرض کردم که اگه یک ساعت دیگه هم بیسین مرتب از همین حرفا میزنه. اون دیوونه است. یاد آبادته. دیروز هم اومده بود اینجا از همین حرفا میزد. ما همه جا رو گشتیم. نه جسدی وجود داره نه چیز مشکوکی. قربون لابد یه جا همین که ها قایمش کردن. تو نکاشی شرم زاده، تو نکاشتیش. دیگه دارم مطمئن میشم تو از تیمارستان فرار کردی. من حاضرم مجانا معالجه شو به عهده بگیرم. ببرش تو ماشین. بیه یه چیزی بخور. قابل آبا سیره سه چه بیش شیرون آبی جان شیرون شیرون آبی جان من بی کلاه نمیتونم راه برم. باید یه چیزی سرم باشی.
جناب صاحب و دیوان جای سختار کلا سرشون نمیذاشتن. غلط کردن. زمنان اصلا تو کجکی روی زمین نذار. شما ها که خوب میتونین کلا سر آدم بذارین، خب سر منم یکی بذارین دیگه. خفه خون بگی کارتو انجام بده. خفه شو ویله با اصلا میکنم تو مختا. بیا یه چیزی بخور. سیرم. ولشون. اون مادرزاد سیر به دنیا اومده. بارون تر شده. یا باش باش خرات خوب بگید. ایتلر اینجا دیوانه شما بیا دیگه دیگه وقتی مطمئن شدم که حالت خوب شده یه سلام بریم من دیوونه نیستم دکتر واسم پاپوش درست کردم شما همتون دیوونه این اینجا دیوانه خانه دست خیلی من اول باید بخورمم. نه خوله دیوونه. صاحب و دیوان عادت دارن کمی مطالعه بکنن بعد یواش یواش صبحونه میل کنن. قبر پدری حالا روزنامه تو بخون. خیلی خوب. آخه این حرفای گلنبار نمیتونم بخورم. یعنی منظورم اینه که نمیتونم بخونم. بذارین اول یه خورده غذا بخورم تا بعد بتونم بخونم. برو سر جاد بشین دختر، بذار اوقاتون سر جاش باشه. بیا بشین. بفرما دود کن. برونت بیا. بریشون هنوزم موتور مال خودتی میتونی ببریش. فقط یکی دو روز کازم جون. باشه. هر جور مال خودتی. قربونت. اینم 2,000,000 تومن سگ خوره. چیسی میتو بگیری؟ بی تربیت خودتی. بیا خرم. هنی حالا گوشتان. هنی صدای بولبوله، یعنی صدای موتور امیلی. این مرکی که باز پیدا شد. حواستو جمع کن رضا. جون شیرین دست منه. آره بابا شیر فهمی شدی سقل میزنی. نه کسا خیانتو بزن. مزاهم باز پیداته شد. چی میخوای اونجا؟ این دیگه که تازه استخدامش کردی؟ برای منم خوب پاپوشی درست کردی. خودت برو تا بیرونت ننداختم. این خونه با غذاهای پس موندش مال خودت. چرا رفیق منو کشتی ها؟ او کشتی تو کشتی. بگو تو خفت نکردم. بگو تو شیونت لشو کنه. لشو کنه. چی؟ برو بیرون. رضا رضا تو زنده ای؟ من خیال میکردم تو مردی. این چه قیافه از خواهی درست کردی؟ ببینم واسه عینک زدی و افرا دستت گرفتی. گفتم برو بیرون، کسی با تو شوخی نداری. هی بده. تو شوخی میکنی؟ من با کسی شوخی ندارم. ماسبند شیر فهم شد. مثل این که دارم میشم. اما ببینم تو راستی منو نشناختی؟ من هیچ وقت تو رو ندیدم. حالا برو پیکارید. بیرونم میکنی؟ درسته شنیدی. شوخی نمیکنی رضا؟ من نمیدونم تو از کی حرفه میزنوی. برو بیرون. رضا سوتی همه ما رفتنی هستیم. اما بگو ببینم از دختره چه خبر؟ عروسی کردی؟ من وقتی ندارم به جفنگیات تو گوش بدم. برو بیرون.
بس این که شوخی نمی کنی. باش میرم. میرم. اما یادت وقتی تو خونه خودت فهمیدی که وضعم خوبه و فهمیدی که میتونم کمکت کنم، یه ساعت دور اتاق میرخصیدی. حالا فهمیدم که واسه دختره نمیرخصیدی، بلکه واسه این میرخصیدی که بعد 20 سال در بداری یه خری مثل من پیدا کردی که به زندگی سر و سامون بدی. تو همیشه دنبال یه نردبون میگشتی که ازش بری بالا. حالا این نردبون من شدم. خیلی خوشحالم. ولی یادت باشه گونه این عینک و اصاب و لباس رو نخوری، چون مثل حالا رفیقتو یادت میره و از خونت میندازش بیرون. یادت 20 سال پیش با هم شعری رو حفظ میکردیم؟ شنیدنش برات بد نیست، چون با وضع و قیافت جور در میاد. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. به حقیقت آدمی باش آقا رضا سوتی، وگرنه چه فرقی میون نقش دیوار و میون آدمیت؟ ما رو بگو که دار و ندارمونو پای رفاقت با تو باختیم. بسی دیدی؟ برو گم شو. تو تربیت هم سرت نمیشه. حالا دیگه مطمئن شدم که رضای من مرده، ولی تا سر از کار دار نیارم ولکن نیستم. چی بود بگردنش؟ ازش بپرس. اون چی بود بگردن تو؟ متوجه شد خفه شو. فقط همین الان شیرین رو نشونم بده. خیلی خوب، ولی حرف بی حرف باشه؟ اینم اسمشون صحیح و سالم. ایگاه واسه یه دختر کوچی نرخری رو گذاشتن. خری کچلم هست. در واقع این نرخر مواظب تو اونه. ضمناً این سگ وفادار یه خرس وحشی هم میتونه باشه، فقط با یه اشاره من. اینم درست میگم، میتونی امتحان کنی. این دفرم تو بردی. برنده هر دومونی. دختر مال تو، پولاش مال ما. همین. فعلا معامله رو تو بردی؟ دیگه چیزی نمونده که تو هم برنده بشی. را بیافت. خیلی خوب. بسلام. گاز نگیره. تو رو خدا به من کاری ندیشه. برو خدا. تو چی داری که کاری داشته باشم؟ باز چی شدی؟ دیگه چه بازیه؟ ببین خانم جون، تو جای خواهر منی. من هیچ کاری باهات ندارم.
اما خیلی دلم میخواد از کار این دوره بریا سر در بیارم. میتونی به هم بگی این رزا سوتی این وسط چی کار هست؟ رزا؟ شما رزا رو میشناسین؟ آره، یه وقتی میشناختمش. چطور مگه؟ شما میشه اسمتونو بگین؟ آره، امیر. امیر؟ رضا همیشه از شما صحبت میکرد، میگفت امیر فرشته است، اگه یه مرد تو دنیا باشه امیره. اون راست میگفت؟ تو پارک باش آشنا شدی، اسمت شیرینه درسته؟ آره، اون میگفت دوستم داره، میگفت با هم عروسی میکنه، ولی همش دروغ بود. ببینم، این چند شب که با هم بودین اتفاقی بینتون نیفتاد؟ نه، اصلا سر از کارش در نیاوردم، حتی دستم و مچ نکرد. نمیدونم. گرگه نکن، به مولا قسم باهات رو راستم، ولکنشون نیستم، دیگه نمیذارم به تو آزار برسونم، به خدا روزگارشونو سیاه میکنم. نمیدونم چرا قلبم به هم میگه تو آدمی درستی هستی. خب حالا بیا از این خراب شده بریم بیرون. بیا. میدونی شیرین، من تو یواش مواظب باش. میدونی من تازه اومدم اینجا، جاش بد نیست، امروزیه. قبلا با رضا یه جا زندگی میکردیم، بد نبود، اما از روزی که رضا منو تنها گذاشت و رفت دنبال نامردیاش، مرتب در و دیوار خونه منو یاد رضا و خاطراتش مینداخت. واسه خاطر همین اومدم اینجا رو اجاره کردم. هنوزم روبرا نشده، ولی جاش راحته. مواظب باش. خب دیگه تموم شد، رسید. اینم اتاق اجاره ی امیر. میخوای بگم چی به چیه؟ آره خوشم میاد، اما دروغ نگی. قول بهت میدم دروغ نمیگم. اینجا دست چپ به فاصله تقریبا دو متر که بری یه پنجره است. آره یه پنجره است که به طرف خیابون باز میشه. از اینجام که رد میشی به فاصله 7-8 قدم که بری یه پنجره یه دیگه است. اینجا جلوی پنجره ها هم پرده زده شده. یه جالباسی هم اینجاست که روش یه چراغ گردسوز نفتیه، کفش هم تا بخوای گیلیم پهن شده. چند تا مبل هم اینجا ولو هم. و اما برعکس همه خونه ها، ما از آشپزخونه میریم تو اتاقمون. خنده داره نه؟ خب اینجا دست چپ خودت یه مبل هست که میتونی روش بشینی. بیا بشین ببینم. بیا آروم بشین همینجا. بشین. خب به خونه خودت خیلی خوش اومدی. یه چیزی میخوری برات بیارم؟ نه متشکرم، تو راحت باش. امیدوارم تو راحت باشی، یعنی خیالت. تو تنهایی؟ آره، اگه منظورت اینه که زن؟ آه نه، من هیچ کس تو زندگیم نیست، تنها. تنها؟ آره. ما هر دومون تو یه شرایط. چطور مگه؟ تو چشاتو از دست دادی، منم چشامو. منظورم رضاست، هر دو تنهاییم. اینجا هیچ کس به تو آزار نمیرسونه،
راحت باش. ولی تنهایی تو با تنهایی من خیلی فرق میکنه. اقلا تو دشمن نداری. اگرم داشته باشی میتونی اونا رو ببینی. اما من تو تاریکی های زندگیم با ثروت پدرم، با دشمنایی مثل زن پدرم و پسرموش، حتی نمیتونم از نقشه هاشون سر در بیارم. بیچاره پدرم، با اینکه چشم داره از کورام کورترش کردم. اون الان کجاست؟ میگن مریض شده، بردنش اروپا. اگه اینطور باشه تا برنگرده میترسم پامو تو اون خونه بذارم. اونو میشه فهمید رفته یا نرفته، اما اینجا هم خونه خودته. منطقه مثل مدخده، خلوت، ساکت، بی زرق و برق، روی تیک حسیر. عوضش اگه اینطور باشه جاش مطمئنه. مثل خودتو، مطمئن، آروم، ساکت. دلم میخواد راحت باشی، راحت راحت. سعی میکنم. خب حالا برم برات یه چیز درست کنم. متشکرم. من دلم نمیخواد مزاحم شما بشم. یعنی ای کاش میتونستم کمکتون کنم، ولی خب چه فایده. ببینم، تو از کوچیکی یعنی همینطوری به دنیا اومدی؟ نه، سال آخر دبیرستانم بود. خبر آوردن که مادرت ضمن کار از پشت بوم پرت شده. من هیچی نفهمیدم. اینقدر عشق تو چشام پر شده بود و گریه میکردم که جلومو نمیدیدم. با سرعت از کلاس اومدم بیرون. چند تا پله جلوی پام بود که ندیدمش و یه مرتبه پام در رفت. چی بود؟ هیچی. خب میگفتی؟ آره، افتادم انتهای پله ها به طوری که دیگه هیچی نفهمیدم. نمیدونم چند تا پله بود، ولی اینقدر میدونم خیلی زیاد بود. وقتی بلندم کردم دیدم همه جو جلوی چشم تاریکی. اول فکر کردم که چشم بسته است، اما وقتی دست زدم به چشمم دیدم هر دوشون بازن. مثل حالا بعدش منو یه راست بردن بیمارستان. میگم مادرمو ندیدم. اصلا نفهمیدم که کشتنش یا واقعا اتفاقی بود. حالا نوبت پدرمه و لابد بعدش من. برای همینه که گفتم میترسم برم تو خونه. بفهم. شما من اینجا. ولی نگفتی بیمارستان که رفتی چی گفتن؟ گفتن با یه عمل خوب میشه. خب این که دیگه ماتم نداره. پس چرا تا به حال این کارو نکردی؟ ها؟ نمیدونم، چند بار خواستم برم نشد. آخه چرا؟ اون زن بابام و پسرموش هر دفعه با یه بهانه. ولی این دفعه من خودم میبرمت. خب حالا بگو ببینم چی دلت میخواد. یادم رفتی حسن؟ آره. کشی؟ که بعد از چند سال فرنگستون رفتن و درس خوندن واسه خودش دکتر شده. ماشالله ماشالله، بزنم به چوب اونم چه دکتری. چی؟ تو فکر رفتی؟
میدونی شیرین دختر پول داریه، اما من نمیخوام از حرفشم نزن، حرفشم نزن، تو بمیری خیلی دلخور میشه. میدونی حالا که این دختر اینقدر بد آورده، ماهای کاری واسش میکنیم، یعنی من و تو. آخه من که کاری از دستم برده، دو درمونش با من، داداشم هم عملش میکنه، این که دیگه مصیبتی نداره. دیگه لخماتو با کن دیگه، دیگه نه دیگه، ما با هم رفیقیم. برکنه تو خیلی انسونی کازه، داداشم کلی خوشحال میشه، آخه تو حالا واسه ما کاری انجام نداده که. فردا میریم سراغه. باشه. آهای مرتی که همه‌چی درست شد، بریم دکتر. نزدیک بود بخوریم زمینه. نزدیک بود. همه‌چی درست شد شیری، همه‌چی. یعنی پولشان فراهم کردی؟ پولشان؟ قلوم حلقه به گوشتم آخدا. آره شیرین فراهم شد، اما نه پولش، بلکه اونی که باز چشمت رو عمل کنه، رفیق 20 سال پیش خودم، مثل رضا خالدار، منتها این یکی دکتر از آب در اومده، اما اون یکی اونجوری از آب در اومده. شکر شکرت خدا، اگه یکی ازم گرفتی عوضش جاش خوب پر کردی. حالا دیگه با خیال راحت میتونم منتظر اون روزی باشم که چشای قشنگ تو همه چی رو ببینه. گریه میکنی شیرین؟ این مرواریده رو حرامشو نکن، نهازه صورت قشنگ تو خیز کنه. این قطره ها امیر از هزاران کلمات در هم و بر هم شکل گرفتن، بی اختیار پایین می‌ریزن. نمی‌دونم مثل کلمه عشق یا خوشحالی یا انسانیت یا آدمایی مثل تو. نه شیری، آدمایی دیگه مثل رضای نامرد. تو حق داری، ولی دیگه همه چی تموم شده، فراموش کن. حالا باید بخندیم به ریش همه شون، بخندیم و خوش باشیم. بخند بازم بخند بخند هزار خنده های ما از این پنجره ها بیرون برن و به گوش همه ی ناکس های روزگار برسن و از شادی ما دوتا دخ بکنن. آره بخند. امیر چی؟ هرچی دلت میخواد بگو، گوش میکنم. امیر دلم میخواد اولین چیزی که میبینم تو باشی. من مطمئنم با قلبی که تو داری همینطورم میشه. حالا بیا یه خورده هوا بخور.
امیر صاحب کارخونه؟ خیلی شوتی بابا. پس لابد میخوای بگی مدیر کارخونه آریدیلی؟ نه بابا، سرکارگر اینجا. لابد به تو گفته موتورشم واسه خاطر من فروخته. نه، او الان چند روز کارخونه نیومده. همش که شد نه، پس کجاست؟ منم هر کاری از دستم بر بیاد براتون انجام میدم. حالا برو هر چی زودتر بیارش. شیری خیلی خوشحال میشه. برم بیارمش. چه وضعی شیری؟ چی شده؟ هیچی طوری نشده. ولی مثل این که تو گریه کردی. اتفاقی افتاده؟ آره؟ نه اتفاقی نیفتاده. باور کن راست میگم. آخه من خواب بودم. مثل اینکه تو خواب. آره، مثل اینکه تو خواب گریه کردم. آخه خواب دیدم چشم خوب شده، اونجوری که تو میخواستی شده. تو ناراحتی؟ چیزی، من میخواستم برم خانه. چرا حرف نمیزنی امیر؟ ها؟ امیر؟ میکشمت رضا. چیزی گفتی امیر؟ گفتم که ما الان باز بریم بیمارستان. دکتر منتظره مونه. راست میگی امیر؟ خدای شکرت. اون لباس قرمزم الان بهت میده. ولی به من نگفتی. چی رو؟ که اون لباس قرمزت کجاست؟ آره، تو همونه. امیر چی؟ تو هم دلت میخواد اولین چیزی رو که میبینم تو باشه؟ ببشیر، این چه حرفیه که میزنی؟ خب معلوم که دلم میخواد. مگه من فرقی کردم؟ نه تو فرقی نکردی. میخوای بگی تو فرقی کردی؟ اونم تو یک دو ساعت؟ بس دیگه شیرین، من میرم لباس تو بیارم. دروغ که چه عرض کنم؟ خودم این دفعه جاشو نشونت میدم. خیابون آذر شماره 16. شیرینم دیدم. شیرینی؟ اونو دیدی؟ حالش چطوری بوده؟ حالش؟ حالش رو نپرس چیره، چون کار از کار گذشته. اون دیگه مال امیره. مال امیری؟ میکشمش. اما اگه دروغ گفته باشی زبونت از حلقت میکشم بیا. اینم کلید در خونه است. خیابون آذر شماره 15 به علاوه 1. آره. چی؟ مثلا شاید بخواد ازش حرفایی بپرسی که تو نفهمی. از کار این دکترها
نمیشه سر در آورد. امیر شیرینه شیرینه اینقدر میشینیم تا علفه زیر پام سبز بشین یا شماها اینجا سبز بشین. ولی امیر چه؟ اون که پسر خوبیه. نمیدونم دکتر، نمیدونم. اگه چشمم میدید فکرمم خوب کار میکرد. این روزا به همه چی شک دارم. ولی امیر که خدا کنه مثل اون یکی نباشه. تو میتونه بری خونه. نه آقای دکتر، من اینجا میمونم. چند روز طول میکشه تا چشماشو باز کنم. هرچی هم طول بکشه وای میستم. بهش قول دادم وقتی چشماش باز شد پیشش باشم. باشه همینجا.
بس دیگه آخریشه. امروز روز خوبیه. به امید حق دیگه تاریکی ها تموم میشن. بگو ایشالله. ایشالله. خب شیرین، هنوزم دلت میخواد اولین چیزی رو که میبینی من باشم؟ تو چی؟ مگه برای تو فرقی کرده؟ اصلا آرزوم اینه که تو دوباره ببینی. آرزوی دیروزت بله، اما امروز چی؟ این چه حرفیه؟ امروز هم مثل دیروز، من فقط دلم میخواد ببینی. چون آدم با چشماش بهتر خوبی و بدی رو حس میکنه. منظورش اینه که میشه مردم رو شناخت. شیرین، میخوام یه قولی ازت بگیرم. چه قولی امیر؟ نپرسی، فقط به هم قول بده. بهت قول میدم که هر چی بپرسی راستشو بگم. وقتی تونستی ببینی باشه؟ ببینم، اینجا کافه مافه نداره آدم یه چیزی بخوره؟ از آقا داداشت بپرس. ایوالا، اون دکتر کافه چی که نیست؟ بفرما، حلال زاده هم بود، اومد. نه خیر، نیومده. آری شیرین، کاملا آروم و خونسرد باشه؟ چشم دکتر. متشکرم. فقط دلم میخواست که پدرم هم اینجا بود. مطمئن باش، اولین جایی که بریم پیش پدرته. خب، حالا راحت باش. هر وقت گفتم باز کن، چشماتو باز کن. حالا آهسته باز کن. خیلی آروم، آروم. چیزی مثل تکه‌های سفید پنبه، یا خطوط مختلف، یا روشنایی ضعیفی حس نمی کنی؟ یه چیزایی مثل پنبه، مثل نشیرین، این منم که جلوت وایستادم. سعی کن ببینی، منو ببینی، امیر رو ببینی. آره، دارم یه چیزی میبینم. امیر، امیر. نه، نه، داره سیاه شد دوستان. فقط تاریک شد، همه جا سیاه شد دوستان. من چیزی نمیبینم، مرد روزگار باش تا من بیام. این میزه ریزه سوتی، این ختمم که بدکه نیستی. نه، به خدا شیرین خانم، چشمای شما سالمه. هیچ نگران نباشین، من مطمئنم که خوب میشه. شایدم عمل دیگه احتیاج نداشته باشه. به هر صورت چند روزی هم استراحت کنین، من بهتون قول میدم. بریم شیرین. بریم خونه؟ بالاخره صدای ما یه روزی به گوش او سکری میرسه. بریم. خب، من برم واسه نهار یه چیزی بخرم. تام یه کمی استراحت کن تا من برم و برگردم، باشه؟ چیه؟ همچی تو چشام نگاه میکنی مثل این که؟ خب تو رو میبینم. تو؟ بگو ببینم چه شکلیه؟ شکل تو؟ روزم میرسه، از دیدن پشیمون نمیشه. الان برمیگرد.
به روزگار. باش تا من بیام. رز سیتی کفارا برعکسه. امیر رسیدینه بخیر، پای فرارتم خیلی خوبی. اما سر قولم وامیستم. اینطور نیست رضا سوتی. پای نامردیاتی چطور؟ وایمی استی؟ گوش کن رضا. ریزا بی ریزا، گوش بی گوش. تو گوشه بکنه دیگه. همه چی تمامه شده. خیلی زود عوضی شدی. این تویی که با یه درجاره عوض شدی. رضا سوتی میهن لابود این چنشه به روزی که باش بودی. میخوای بگی بهش دستم نزدی؟ آره آره. نکوش میگو نکوش. برو کش کن، ما امونت داریم رضا سوتی. ولی کسی به امونتش خیانتی نمی کنی. اما تو کردی رضا سوتی. من نگیدیم. آره تو ناکس خالدار. خالدار خالدار اونجا تو آبادتی خالدار رضا خالدار بهتره، تو یه خال دیگه هم داری. بازم گفت خالدار خالدار. آخه تو یه نشونتی که من تو منم یه خال دیگه باز بهت اضافه کنم. نه تو رخت خواب شیرین دیدم. من؟ تو رخت خواب شیرینه؟ آره تو نامرد. میکشمت. با پایین خودم کنی تو رخت خواب. اومدم قتل کنم، نکشته بشم. همون یه قتلی که خواهی بسته. ما آدم کشه نیستیم. شامو سیاسی بهتر از آرد کشه نیستیم. خواهی تو نامرد روز قتل. جا پایی کسی که تو رخت خواب اون دختره باقی مونده. جا پا؟ کدوم جا پا؟ آری تا نشین تو صورتت دندازم نشونت نمیدم. بگی نشونه. حالا این چون تا خیادی داری رو من میشکرم از تاوانه میخوش. سرنگه شما شما رو درد کنم. خطکت بخنم. چاکی چاکی کنم. من تو رخت خواب شیرین چی کار میکنه؟ رخت خواب شیرینی؟ آره رخت خواب شیرینی؟ آره ناکرده. من اون گردم من رو گم کرده بودم، از هیچی خبر ندارم. قسم میخورم میکشمش با دستای خودم. امیر من راست میگم، اون گردم بعد اون پوزیوز اون از خودم بی خبر. اون موبیله نیو میگم کاری که میکشمش میکشمش. چه بلایی سر من و تو و شیرین آورده خدا. میکشمش به هر دوی ما که لکسی به میکشمش. تو مطمئنی که گردن بندو گم کردی و آزاریم به شیرین نرسوندی؟ آری آری من یادم نمیری تنها چیزی رو که داشتی موتوری تو میگم. واسه خاطر من، واسه عروسی من و شیرین فروختی نوکر تو من. شیرین گفتی؟ شیرین؟ خب منو ببخش امیر، تو اونو دوست داری خب مال تو ورش دار. نه 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 اصلا یادم رفته بود. چی رو؟ شیرین خیلی وقت از خونه رفته بیرون اما بر نگشته. دلم میخواست پدرم هم اینجا بود. ممکنه رفته خونه پدرش. بریم رضا، بریم که دیگه این خونه به درد من نمیخوره. بریم. این کنیزه کجا بوده؟ نصرت کجاست؟ رفته خرید. در حیات باز بوده؟ نه نصرت همیشه میبنده. هر جا بوده کسافت کاریاشو کرده و اومده.
من فکر میکنم به موقع با پای خودشون. مادرش یادته؟ از پشت بوم؟ آره. کجایی؟ وای خدای من، شیرین خانم، شما کجا بودی؟ سلام سیما جون. من سیما نیستم، دوستشم شیرین جون. ولی صدای شما؟ درسته، همه همینو میگن. آه، میگن صدای شما مثل سیما جونه. آره، منم همینو میگم. اونای دیگه کجا؟ بیژن خان، سیما جون روی پشت بونن، دارن عکس میگیرن. آخه امروز هوا خیلی خوبه، به خصوص منظره شهر از بالا خیلی دیدنیه. آدم از این هوا لذت میبره. مگه اونام آدم ها؟ ناراحت نشین، یعنی ناراحت نشو، من باهاشون شوخی دارم. بله، اینو که میدونم. راستی دلتون میخواد شما رو ببرم اونجا؟ نه نه، لازم نیست، خودم میتونم برم. ولی شما آخه خطر داره. گاهی کورا راه و چاه و بهتر از چشدارا تشخیص میدن، اینطور نیست؟ بله خانم، ممکنه. طوری بردش میکنیم که مرگش طبیعی جلوه کنیم. برو بالا. یه کمی اون طرفتر تو آفتاب. سیما جون، بیژن خان، شیرین خانم اومدن. به به، شیرین خانم، کجا بودی؟ سلام. گوش کنین بچه ها، حالا موقع این حرفا نیست. آفتاب داره میپره بابا. من میگم اول یه عکس یادگاری به خاطر پیدا شدن شیرین بگیریم، بعد بریم سر احوال پرس. آره خیلی خوبه. خب شیرین جون، حالا یه کمی برو عقب. برو عقب، عقبتر، بازم برو عقب، بازم حالا درست شد. خب رسیدیم. آره، بال بودیم رسیدیم. یالو بینا زنگ نزنه دیوار برو بالا. این اجداد آخی، حالا خوب بیافتی شیلی؟ تو رو خدا خوب بندازینا. حاضری؟ آره حاضرم. حال نه یا علی، اونجا چی کار میکنه؟ خدای خودت حفظش کن. آره. نیفته یه ها. ده بگیر دیگه. خب حاضر میگیرم. پس چرا نمیگیری؟ الان چطوری فهمید که میخوام پرتش کنم؟ میگن نابینایان حس هفتم هشتم دارن. بیشم یعنی سکور علیه لعنه میبینی؟ سکور علیه لعنه میبینی که میبینم. تو قاتلی، تو سیما رو کشتی، همونطوری که تو مادرم رو کشتی. سنیتا یه بلگرد تو رو میفرستم پیش مادرت. دیگه فایده ای نداره، قبل از اینکه بیام اینجا به پلیس تلفن کردم، منم پیداشون میشه. وایسا همین امیر خوبم. پدر ببین چشم خوب شده، دیگه میتونم تو رو ببینم، همه جا رو میبینم. امیر این کارو کرد، اون کمکم کرد. پس بسان دیگه پدر.
میدونی چقدر خوشحالم که دوباره میبینم. برادر رضا بود که این ناکس بود. برادر دوغلوی رضا. قاتل! قاتلت! دختری چی میگی؟ من میگی؟ پدر؟ شایدم خیل شدم این تو نمزلش بودم رضا سوتی این بابا شکل من بوده یواش یواش داری که لیپوتم به کار میفتی بابای شیرین این ناکسه کشتی؟ آره رضا شکل من بودی؟ درست مثل اینکه یه سیب کرمو رو از وسط دو تشرده باشی برادر دوقلوی برندی؟ آره بذار حالا که شیرین چشش خوب شده چند وقتی هم با بابای خیالیش خوش باشم پس تو بر اونو بیزن جایی منم بیزن دوباره سراغ اون با ما الان دیگه میدیم از دست پلیس شیرینه بگو ببینم این چند تا هستی پدر تو چرا مثل رضا سوتی حرف میزنی تو با امیر چی کار داشتی رضا سوتی چی خریه این کارم کاری نداشته باش وقتی زیاد برای حرف زدن نداریم حالا بگو ببینم این چند تا هستی خب معلومه پنج تا پنج تا ضربه دیگه ایدی سرش بکن تو پتونه ایستی تا شکنده دخترم حالا بگو ببینم این چنی تاستی خب بازم معلوم است سه تاشو بستی حالا دو تاست اشتباهاتی همین اینجاست تو تا بود حالا یه دونه داری اونم منم بیا بقلم خیلی خوش گذاشته بیا دیگه امین بلش کن بستی چی را؟ چی؟ خوب حرف بزنی ساکت نشینی داخلش رو بردم عریضه دیدم امیر بگو شیرین یادت تو بیمارستان ازم قول گرفتی که به سوالت جواب بدم حالا بپرس نه دیگه سوالی ندارم منم بهت قول میدم که شیرین تو همون شیرین روز اوله هیچ فرقی نکرده صبری بکنین ببینم نفه میدم من نمیدونم شما دوتا از چی حرفی میزنین نه سلامتی من پدر عروس هستم این دستای کسیفتونو بدین من ببینم حالا هر دو تاییتون پدر عروسه که بنده باشم ما چی کنیم تمام نشده بیشیلیم ادامه داری ناکه چیلوی چشما داره ده همینه باز این عمر موجم سب کنیم من الان بر میکردم باشی Thank you.
مال من. همونجا نگرشون بریم تا برم پولیس بیارم. همونجا خودشون رای میسیم. یکی کار داردی هریم. آمان.